در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. بینندگان عزیز، برنامه دیگر از نگاهی به درون رو با شما عزیزان آغاز میکنم. تلفن های ما در دور دست از ما قرار داره و خطوطمونم روشن. تا قبل از پاسخگویی به تلفن ها فقط یک نکته رو میخواستم خدمتتون بگم که با حمایت شما عزیزانی که سیدی های آموزشی ما رو تهیه میکنید و یک بنیه مالی برای ما به وجود میارید و به همت عزیزانی که بعضی هاشون داوطلبانه به من کمک میکنند، برنامه های تلویزیونی من از هفته پیش روی سایت خود ما یعنی www.drfarnoodi.com مرتب پخش میشه. بنابراین کسانی که موفق نمیشن در تلویزیون برنامه رو ببینن، این برنامه ها در روی سایت خود ما پخش میشه به همت دوستان و دستاندرکارانی که قادرند این کار رو بکنن و عزیزانی که بنیه مالی ما رو تقویت کردند که بتونیم هزینه این برنامه رو تقبل کنیم. اجازه بدید که به دوستان عزیز برگردیم و به تدریج در طول برنامه به چند سوال مایلم که پاسخ بدم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید یه کمی بلندتر. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. ممنون. سوال من این بود که با توجه به تبلیغاتی که برای لاغری میشه، این با تضادی که پیش میاد برای خانم‌ها برای مادر شدن، چیکار باید بکنن؟ یعنی یک کیلو صدای شما خیلی ضعیفه، میتونید کمی بلند؟ اشاره فرمودید که با تبلیغاتی که برای لاغری میشه و صدای شما قطع و وصل میشه. شما دوباره بگیرید ما رو. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام، عرض میکنم خانم دکتر. سلام خانم، ممنون. ببخشید خانم دکتر، یک مسئله برای من پیش اومده، یعنی در واقع تلخی برای خانواده ما پیش اومده که من میخواستم شما اگه اجازه میفرمایید تا کمی بلندتر صحبت بفرمایید. خانم خانم دکتر، من تقریبا دو ماه اندی پیش خواهرم از دست دادیم. الان تنها دخترش که اینجا دختر داشت با پدر مادر من داره زندگی میکنه. از طرفی پدرش خیلی ناراحت از این موضوع، نه اون حاضره یک کمی صبر کنه تا شاید این آمادگی داشته باشه به خونهشون برگرده، نه خود این دختر هیچجوری حاضره یه مقداری تحملش رو بالا ببره. هر کدومش من دلایلی دارم برای این ایده‌ای که دارم، یه بخشش منطقیه، یه بخشش شاید حسیه به خاطر شرایط خاصی که توش قرار دارن، یه بخشش هم اصلا فکر میکنم شاید یه جور جنگ قدرت باشه، هر دو میخوان برای شرایط جدید خودشون رو به دیگری اثبات کنن. دختر چند سالشه؟ 18 سالشه خانم دکتر. 18 سالشه؟ بله بله 18 سالشه. من امسال سال اولیه که دانشگاه میده. پس بنابراین ما با بچه داریم راجبه بچه صحبت نمی کنیم، بلکه داریم به یک زن جوان 18 ساله‌ای صحبت می کنیم که مادرش رو از دست داده و الان نزدیکترین یا عمترین رابطه عاطفیش با مادر بزرگه و این مسئله پدر رو ناراحت می کنه. بله. خب اول ما باید یک چیزی رو در نظر بگیریم، رابطه خواهر شما با همسرش چگونه بود در طول زندگی؟ بلا خواهر من خودش جزو گروه آدم های فوق‌العاده صبور بود، ولی میتونم بگم از نظر فکری خیلی با هم فاصله داشتن و یکی از دلایلی هم که الان این دختر پدرش دوری میکنه چون که دختر خواهر من به خواهر من خیلی نزدیک بود.
همین فاصله رو دقیقا دختر خواهر من با پدرش داره. دقیقا. اولا شما میدونید که ما وقتی عزیزی رو از دست میدیم در مرحله اول گرفتار یک خشم هستیم و این خشم گاهی به حق و گاه به ناحق متوجه کسی میشه که ما او رو مقصر میدونیم، یا حداقلش اینه که میگیم در طول زندگی با عزیز ما مهربان نبود. و این خشم در مرحله اولیه سوگواری و فقدان بسیار بسیار طبیعیه. حالا اگر پدر در این مرحله این خشم رو نفهمه و بر اون اضافه بکنه، این رابطه در دراز مدت آسیب میبینه. در حالی که الان اگر پدر این خشم رو بشناسه و بفهمه و به دختر اجازه بده که در اون جایی که داره التیام پیدا میکنه یا نشانه هایی از مادر رو یا نشانه هایی از مهربانی های کسانی رو که با مادر مهربان بودن در کنار خودش میبینه تا از این فقدان و سوگواری به تدریج بیرون بیاد، پدر باید کاملا این وضعیت رو بفهمه، دختر رو آزاد بگذاره. اگرچه من به دختر و این پدر هر دو پیشنهاد میکنم که با یک روانشناس این مرحله اندوه و سوگواری رو در واقع بگذرونند، به یک جایی برسند. سالم و سلامت اینه که دختر با پدر نزدیک بشه، نه بر مبنای زور و فشار در واقع اینکه از نظر جغرافیا به اون نزدیک بشه، یعنی زیر یک سقف زندگی کنه، بلکه از نظر روحی به اون نزدیک بشه. هر روانشناسی که با این دختر کار کنه بعد از مدتی پدر رو وارد رابطه درمانگرانه میکنه و به پدر میگه که به حرفای دختر گوش بده و تلاش بکنه که او رو بفهمه. اون چه که مسلمه این دختر حداقل به یکی از والدینش نیاز داره، یکی رو که از دست داده، اونی که باقی مونده نباید به خشم و قهر از دست بده. منتها به زور نمیشه او رو به دست آورد. من اگر جای پدر باشم به دختر اجازه میدم که با مادر بزرگ آرام بگیره و علاوه بر اون به مادر بزرگ مهربانی میکنم، با مادر بزرگ نزدیک میشم و اجازه میدم که این التیام اینجا صورت بگیره و سپس دختر رو کمک میکنم که با یک روانشناس کار بکنه و بعد از اون به بازسازی و ترمیم رابطه خودم با دخترم میپردازم. البته همسر هم به خاطر از دست دادن همسرش، اگر جز از اون دست از اون مردهایی نباشه که به قول رهی معیری دو نوبت مرد اشرت ساز گردد، در دولت به رویش باز گردد، یکی آن شب که با گوهر فشانی ستاند مهرزان گنجی که دانی، دگر روزی که گنجور هوس کیش به خاک اندر نهد گنجینه خیش. اگر پدر جز اون دست از مردانی نباشه که رهی معیری راجبشون حرف میزنه، او هم در غم و در اندوه و در خشم و زمان احتیاج داره تا التیام پیدا کنه. پیشنهاد من اینه که اگر این برنامه رو پدر الان نمیبینه، شما ازش تقاضا کنید که این برنامه رو ببینه. من از این پدر تقاضا میکنم به دختر اجازه بده در گهواره امنی که زخمهاش التیام پیدا میکنه تا زمانی که نیاز داره آرامش داشته باشه و به او کمک میکنم که با یک روانشناس صحبت کنه، سپس رابطه خودم رو با دخترم وارد مرحله ترمیمی و بازسازی میکنم. این دکتر من شرمندم که چون من خواستم خیلی خلاصه خدمتون عرض کنم، دلایل رو نگفتم، یه کوتاه فقط یکی از موارد رو میگم خدمتتون که چون من خواهرم از سرطان از دنیا رفت و با دوره درد و شدیدی سه سال قبل از این باز من یه خواهر یه برادر داشتم، فقط برادرم بعد از 3 سال بیماری از دنیا رفته و اون برادرم هم تو خونه با پدر مادرم زندگی میکرد.
الان جز پدر و مادر من کسی دیگه توی اون خونه حضور نداره و خب همسر خواهر من خیلی نگران غم‌آلود بودن فضای اون خونه است. هرچند که من چون خودم تا نزدیک 2 ماه اونجا حضور داشتم میدیدم میبینم که معمولا اجازه نمیدن که به این شکل باشه، مخصوصا در حضور وقتی که دختر خواهرم حضور داره. با تمام این که من این رو خدمتون عرض میکنم، با تمام توصیه شما همونیه که فرمودید، درسته؟ بله، من متوجه هستم، خوشحالم که پدر اینقدر متوجه مسائل هست که نمیخواد دختر جوانش در فضای غم‌آلود زندگی کنه. اما در مرحله اول سوگواری هیچ چیزی مثل آینه‌گونگی به التیام ما کمک نمیکنه. مرحله اول سوگواری، به عبارت دیگه، اینو الان 3 همدردی هستند که هر 3 عمیقا سوگواری و فقدان و لاس رو تجربه کردن و این درست است که دختر جوان باید به تدریج با زندگی آشتی کنه و از اون فضا بیرون بیاد. من فقط نگران این هستم که این دختر جوان مسئولیتی رو دوش خودش گذاشته که مادر و پدر بزرگ غم دیده رو تنها نگذاره. این مسئولیت بزرگیه و من هم اگر پدر این دختر بودم نگران می شدم که او یک وقت این چنین مسئولیتی رو بر دوش نگیره. چند وقت خواهر فوت کرده؟ من شما رو از دست دادم. به هر حال من امیدوار هستم که این مرحله بیش از 6 ماه به طول نینجامه. شاید شما به عنوان خاله کاری که میتونید بکنید در کنار اقامت او پیش مادر و پدر به اصطلاح داغدار، کارهایی که میتونید بکنید اینه که او رو بیشتر به فعالیت هایی که مناسب با سنش هست، مثلا اگر ممکنه اسمش رو در یکی از این کلاس های ورزشی ثبت نام کنین، با دوستانش او رو سینما ببرید، فعالیت هایی که او به زندگی عادی برگرده. بفرمایید دوست عزیز با شما هستن. الو. بله بله. سلام خانم دکتر فرنودی. احوال شما خانم، بفرمایید. خیلی ممنون. من میخواستم راجع به تحسین و تشویق و قدردانی و تشکر از شما سوالی بپرسم. من خودم توی خانواده بزرگ شدم که هیچ وقت تحسین و تشویق و قدردانی توش نبوده و وقتی کار اشتباهی انجام میدادم تا شده سرزنش و تنبیه بوده. برای همین من اصلا آشنایی ندارم که چطور، چه موقع و به جا کی میشه مثلا انجام دادینو. مثلا وقتی میرم بیرون با پسرم و مادرای به خصوص غیر ایرانی رو میبینم که به خاطر کوچکترین مسئله حرکت بچه‌هاشون رو تشویق میکنن، تحسین میکنن، متوجه میشم که اصلا من این مسئله رو بلد نیستم. میشه اینو یاد گرفت و تا بشه انجامش داد، این تحسین، تشویق، قدردانی، تشکر؟ بله، 2 تا کتاب هست، اسمشو بهتون میگم. بچه شما چند سالشه؟ نزدیک 1 سالشه. نزدیک 1 سالشه، خیلی خوب. من اگر جای شما باشم، یه کتابی هست به اسم Happiest Child on the Block یا شادترین کودک محله ما، Happiest Child on the Block. یه کتاب دیگه ای هست به اسم How to Raise Responsible Kids. نیلوفر دختر من که تخصصش کودکانه فردا ساعت 10 صبح در همین تلویزیون برنامه داره، میتونید این سوال از او بکنید. بله، شما قبل از اینکه به طور طبیعی بتونید پسرتون رو تحسین کنید، باید اول متوجه باشید که خودتون رو برای اشتباهاتتون یا برای کارهای مختلفی که میکنید ملامت نکنید. یعنی میراث شومی رو که از والدین شما به شما رسیده، متاسفانه تعلیم و تربیت در ایران یک تعلیم و تربیت مسموم بوده در قدیم. یعنی چی؟ یعنی بچه کار خوبی که میکرده وظیفش بوده، اگر یه چیزی رو اشتباه میکرده باید فوری به اصطلاح تو سرش میزدن یا تحقیرش میکردن یا خجالتش میدادن. ما 50 سال هنوز نگذشته از زمانی که بچه هایی که درسشون ضعیف بود کلای قرمز سرشون میذاشتن، دور کلا مدرسه میچرخوندن،
بقیه بچه‌ها رو وادار می‌کردن که مون بگه تنبل خجالت بکش، خفت خجالت بکش، در حالی که در میان اون بچه‌ها مطمئناً بچه‌هایی بودن که در خانه‌های مشوش زندگی می‌کردند، بچه‌هایی بودن که مشکلات آموزشی یادگیری داشتند، بچه‌هایی بودن که مشکلات عصبی بینایی شنوایی داشتند، و این تعلیم و تربیت مسموم این بچه‌ها رو از اونی هم که بودن پرمسئله تر می‌کرد. بنابراین این روشی که حسن بچه رو تروش نگو پر رو میشه، عیبشو بگو که روشو کم کنه، یه روش معیوب در گذشته هست. حالا کاری که میشه کرد اینه که ما خود به خود برای اینکه این راه درستشو، اگه من بخوام به شما بگم، شما خودت یا هر آدمی که با این روش بزرگ شده احتیاج داره با یک روانشناس مدتی کار کنه، حرمت ذات خودشو، اعتماد به نفس خودشو بالا ببره. حالا اون راه میگیم دشوار، پرهزینه است. حداقلش اینه که شما یه روش ساده و مؤثر اینه که عکس بچگی خودت، دو سالگی خودت، سه سالگی خودت، تا اونجایی که هنوز اون بچه شاد و نشکسته است، یک پارچه است، اون عکس رو پیدا کن، در اطراف خودت داشته باش، 5-6 نسخش رو بزرگ کن و در روز یکی دو بار با اون بچه حرف بزن و تحسینش کن و تشویقش کن و قربونش رو بگو. به تدریج اون بچه با این متد به اصطلاح التیام پیدا میکنه و بعد خود به خود آن چیزی که در آن کوزه هست به بیرون میتراوه. برای بسیاری از مادر پدران نسل گذشته از کوزه باید آنی به تراود که در او نیست، و این کار گاه مشکله، گاه با آگاهی و توجه جبران پذیر، گاهی هم آدم از دستش در میره. شما اول خودت رو، مشکلات خودت رو ازش شرم نداشته باش، چون شرم مسموم ما رو ضعیف میکنه و شرم مسموم سبب میشه که ما این شرم رو بر سر دیگران هم بخوایم بریزیم. و اون دوتا کتاب به خصوص Happiest Child on the Block رو شما اگر بگیری بخونی، بهت یاد میده به عنوان مادر پدر چه کنی که فرزندی داشته باشی که با خودش و توانایی های خودش آشتی داشته باشه و ناتوانی های خودش رو هم موقت و گذرا بدونه، نه به عنوان عیبی اشکالی درون خودش. بله خیلی ممنونم. خواهش میکنم. فردا صبح ساعت 10 نیلوفر برای پاسخگویی به سوالات مادر پدران جوان اونجا در همین برنامه خواهد بود. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید. الو. بفرمایید عزیزم. سلام خانم دکتر. صبحتون بخیر. راجع به این تبلیغاتی که برای لاغری میشه، بله، تضادی که برای خانم‌ها ایجاد میکنه که باید مادر بشن، یه توضیح میفرمایید. و این سوال دیگه هم این که وقتی ما با برادری زندگی میکنیم توی خونه که تعدد رابطه داره، چطور باید برخورد کنیم؟ مثلا حتی خانم منزل میارن، این زیاد شده در ایران، چطور میشه با این قضیه کنار اومد؟ اجازه بدید، اجازه بدید من چیزی رو از شما سوال کنم. گفتید با برادری زندگی میکنید که روابط متعدد داره؟ بله بله. اون وقت توی خونه شما؟ بله بله. نه بله، میارن منزل. نه میدونم، شما با کی زندگی میکنید؟ با خانواده پدر مادر. ما به عنوان خانواده چطور باید با ایشون برخورد کنیم؟ اون وقت پدر و مادر اینجا کمک خرج خانواده هم هستن. آها، خب پس نیاز خانواده سبب شده که اخلاقش رو ندیده بگیره. نمیتونن کاری بکنن. یعنی چی؟ یعنی اجاره خونه رو اون میده، قسط خونه رو اون میده؟ تو یه حدی بری. خب دیگه بنابراین شما مزاحم او هستید. به عبارت دیگه او داره زندگیشو میکنه، یه هزینه ای هم به شماها میده، مدل زندگیش همونه. اول من برای این آدم احساس تأثر و تأسف میکنم. چند سالشه؟ 42 سال. 42؟ بله. اوه اوه اوه. خب این آدم احتمالاً از سامان گرفتن و از برقراری رابطه پایدار و از در واقع تشکیل خانواده دادن وحشت داره. شاید یکی از دلایلش هم همینه که باید به شماها کمک کنه، میترسه که اگر زن ثابت بگیره زنش موافقت نمیکنه که به شماها کمک کنه. نه هم دیگه مشکلی نیست.
اینطوری نیست؟ نه در... خیلی خوب. یعنی خانواده دارن خودشون هم هزینه میکنن، مثلا من به عنوان خواهر کمک میکنم. خب ببینید، مسئله این که او باید خودش بدونه که این شیوه زندگی چقدر ناسالمه، یعنی ماکسیموم چیزی که شخص در این نوع زندگی به دست میاره سکسه و لذت‌های زودگذر شهوانی، نه رابطه پا میگیره، نه دلبستگی اتفاق میفته، نه امنیت فرم میگیره، نه پایداری ظاهر میشه، نه سامان میگیره و نه راه به آبادی میبره. حالا این چیزی که عذر میخوام، همه این هم رابطه عاطفی دارن. یعنی چی؟ ما دیگه ما فحشای جسمانی داریم ولی فحشای عاطفی نداریم. ظاهراً به قول مولانا دل اون چیزیست که وقتی با یک نفر مهر میشه اون مهر رو نگه میداره. دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند. همطور بالا پایین بشینی بلنشی بشینی بلنشی بشینی بلنشی نیست، با چند نفر رابطه عاشق. تجربه‌ام از همینه، یعنی رابطه هاشون رو قطع نمی کنن. از مثلا 15 سال پیش این رابطه ادامه داشته و بعد رابطه های جدید همینطور ادامه داره در آن واحد. بعد همه هم عاطفی، یعنی به همه ابراز احساسات کردن و وابسته هستن به رابطه شون. نه خب من اول نمیدونم چرا شما میخواهید راجع به برادر زندگی او کنجکاوی کنید. او باید خودش راجع به خودش. آزار دهنده است خانم دکتر. به عنوان یه خانم من خودم دیگه به هیچ آقایی نمیتونم اعتماد کنم. یعنی وقتی موبایل ایشون رو میز هست در آن واحد 5 تا اس ام اس میخوره با 5 تا اس. خب ما شما میدونید که ما دلگی های جنسی، هرزگی های به اصطلاح رفتاری میتونیم داشته باشیم، ولی چه ربطی داره که شما اینو به همه مردا تعمیم میدی؟ حالا من اون قسمت برنامه رو میخوام الان بذارم کنار. به طور کلی کسی که در یک زمان با آدمهای متعددی رابطه عاطفی جسمانی برقرار میکنه بیماره و برای این بیماری باید درمان بگیره. واقعیت اینه که حداقل الان به اصطلاح نوروساینس یا عصب شناسی رفتار نشون داده که از نظر عاطفی انسان موناگاموسه، یعنی از نظر عاطفی انسان تک زوجیه، اگرچه از نظر جنسی میتونه پولیگامس باشه یا چند زوجی باشه، ولی از نظر عاطفی انسان موجودیه که تک زوجیه. یعنی چی؟ یعنی قلبش رو، دلش رو، احساسش رو، فکرش رو در یک زمان فقط به یک موجود میتونه بده. چرا؟ چون با او تجربه وصال عاطفی، دلبستگی امن میکنه. اون یک نفری که برای او ویژه میشه، مثل مزرعه‌ای که یک شاخه ازش بالا میسته و بقیه مزرعه با قامت او فرق میکنه. خب اتفاقا به اصطلاح سکیور اتچمنت بسیار تک زوجیه. حالا این آدم حرف زیاد میزنه، به هیچ کدومشون هم داره راست نمیگه، این میتونه آدم ناخوشی باشه. حالا ما به او کاری نداریم. برمیگردیم که شما اونو مدل قرار میدی و میگی همه مردا اینطورن. اینم اشتباهه. واقعیت این هست که شما مردان وفادار، مردان به اصطلاح سالم، مردانی که قدر خودشون رو و قدر کلام مهرآمیز خودشون رو، قدر نگاه مهربان خودشون رو، قدر جسم خودشون رو میدونن و حاضر نیستن اون رو در واقع بدون معنا و بدون محتوا حراج کنن. و اونم حالا سوال بعدی که شما داشتین با فشاری که رو مسئله لاغری هست و مسئله مادر شدن، یه دقیقه خواهم دارید که عوض میخواهم چجوری برخورد کنیم با این برادر؟ چون با محبت گفتیم نشد، یعنی بعدت به عنوان یک خانواده خوشایند نیست.
ببین عزیزم، مدل زندگی شما یه مدل نرمال در یه کشور نرمال نیست. یه مرد 42 ساله با مادر و خواهر و برادر و اینا نباید توی خونه زندگی کنه. چرا این مدلیه؟ برای اینکه شما در یه کشوری دارین زندگی میکنین که اقتصادش بیماره، در یه فضایی دارین زندگی میکنین که اون الان 42 ساله اگر بخواد بره یه آپارتمان واسه خودش اجاره کنه بره، شما از یه طرف به پولش احتیاج دارین، اونم از یه طرف ممکنه به تنهایی نمیتونه یه محلی رو بگیره. بنابراین در شرایط بیمار شما یه مدل بیمار رو هم انتخاب کردید. حالا مدل سالمش اینه که شما چند سالته؟ من 35 ساله. مدل سالم اینه که یه زن 35 ساله زندگی مستقل خودشو داشته باشه، یه مرد 42 ساله زندگی مستقل خودشو داشته باشه. تو زندگی مستقل خودش میخواد هر شب یکی رو بیاره ببره، یا تو یه شب 5 نفر رو بیاد ببره، به او مربوطه. اینی که شما چه کار کنین هیچی. اگر یه چیزی رو که من اون پشت میبینم و ممکنه منو ببخشید برای صراحت گوییم، این هست که شما میتونید بگید من وقتی که میبینم برادر من مکرر میتونه کامجویی های جنسی و کامجویی های عاشقانه بکنه، من به عنوان زن 35 ساله گرفتار یک حسرت درونی میشم که این حسرت در من یک نوع قضاوت و قاضیگری و جاجمنت به وجود میاره که دردم کمتر میشه وقتی که میخوام با او دعوا کنم. نخوام دکتر، صادقانه خدمتتون بگم اتفاقا من به تک، یعنی با تک بودن موافق هستم و همون حرفی که زدید به افراد تمایل دارم به اینکه با یک نفر عاطفه‌شون رو شیر کنن. بله میدونم، ولی کم وقتی که شما یه زن، شما خودت رابطه نداری؟ چرا؟ رابطه شما کجا صورت میگیره؟ تو اون خونه؟ نه دیگه. نه؟ نه. پس چطور شما با کسی که رابطه داری زندگی نمی کنی؟ به خاطر فرهنگمون. شما با یه کسی رابطه دارین ولی تو اون خونه زندگی نمی کنین. خب من اگر جای شما بودم، هر وقت که برادرم یه خانمی رو می آورد تو خونه، من خیلی قصه میخوردم که به قول اون خانوم، شعری بود که خانوم کی میخوند، یاسمین یاسمن یادم نیست، هر که دیدم یاری داره من ندارم، خب قصه میخوردم دیگه. نه خانم دیگه، خود سده اصلا این حالت نیست که من به عنوان یه برادر براش قصه میخورم، چون این روند سالم نیست. من خودمو دارم میگم که حسودم. من فکر میکردم اگر من تو این اتاق تنها دور از محبوب در حسرت، نه خانم دکتر اصلا این زاویه رو نگاه، از این زاویه نگاه نکنید. من خودم رو دارم میگم شما رو نمیگم. من میگم نه، من به من متوجه صحبت شما هستم، حالتهای مختلف. من حتی به اون فرهنگ، از اون فرهنگ عصبانی میشدم که چرا اینقدر یک بام و دو حواس، پسر خانواده میتونه هر شب یکی رو بیاره یا هفته 10 نفر رو بیاره تو اون خونه ببره برای خودش صفا کنه، من دختر باید بمونم اونجا در دیوار رو نگاه کنم. نه من بیشتر نظرم به زندگی سالمه. خیلی حرفتون هم کاملا قبول دارم. وقتی یه جامعه بیماره، یه روندی ناسالمه، میگه آجور اول که کج بود تا سریا کج میره. خب حالا بذار این سوال همینجا دیگه بذاریم، چون بر جامعه بیمارمون ما هنوز نتونستیم یه کاری رو بکنیم، چون هر وقت اومدیم یه کاری بکنیم انقدر خراب کاری کردیم که دیگه میترسیم یه کاری بکنیم. قرار بود جامعه بی طبقه توحیدی بشه، تبدیل شد به جامعه دو طبقه، طبقه اشرافیت روحانی و طبقه توده های بیچیز زحمتکش مردم. بنابراین بذارید که الان اون قسمت رو بذاریم کنار، برگردیم بر سر این مسئله که فشاری که جامعه رو مسئله لاغری رو خانم ها میذاره و مسئله مادری. ببینید بعضی معیارهایی که در جهان امروز حاکمه واقعا بیماره. به قول برونو بتلهایم، ما برای اینکه دوباره به زندگی عادی و سالم برگردیم، باید به بسیاری از اون چیزهایی که یاد گرفتیم در تمدن امروزیمون پشت کنیم. یکی از اونها همین ترویج و تشویق مدل
زنان سایز 0 و 2. دو سه روز پیش اتفاقا با یکی از بستگان تو یه جایی در همین لس آنجلس قهوه می‌خوردیم، بعد از پشت یک دو تا از این مغازه ها رد شدیم، مانکنای جدید که برای پاییز آمده نگاه می‌کردم، پاهای این مانکنا انقدری بود و این لباسا همه سایز 0. بی اختیار گفتم که آخه این دیزاینرها و این طراحا مگه نمیدونن یه آدمی هم مثل من پیدا میشه؟ نه قدم اونقدر، نه وزنم اینقدر، من به اصطلاح اینا به کیا میفروشن؟ بعد خب واقعیت اینه که مد و ترویج و تبلیغات کار زیادی میکنه. این مسئله وزن کم کردن شما میدونید چه تجارت بزرگی رو به وجود آورده؟ شما میدونید این اسپورت کلابا چه پولی از مردم میگیرن؟ شما میدونید این غذاهای رژیمی چه پولی به دست میاره؟ شما میدونید این مربیان زیبایی که دیگه حالا تو کشوری مثل آمریکا تو خونه ها میان آموزش میدن به خانوما بدنشون و وزنشون رو کم کنن، میدونید چه پولی؟ شما میدونید اینایی که چربیای بدن رو در میارن و جراحی میکنن و صورت رو میکشن و از اینجا به اونجا میچسبونن، از اونجا به اینجا میچسبونن، چه تجارت عمده‌ای رو به وجود آورده؟ خب بله، تجارت همیشه نظام ارزشی خودش رو اول خلق میکنه، بعد با تبلیغات این نظام ارزشی رو به خورد همگان میده و سپس میشینه کنار اسکناس جمع میکنه. حالا انسانهایی که دلشون نخواد تو این حلقه معیوب بیفتن، انسانهایی هستن که برای خودشون تصمیم میگیرن و زنی که میخواد لذت مادری رو تجربه کنه، زنی که تصمیم داره یک ساله اول زندگی بچهش رو شیر بده، مگه به تبلیغات و سایز 2 و سایز 4 رو حتی نقنق شوهرش توجه میکنه و خودش تصمیم میگیره که تا زمانی که به بچه شیر میده رژیم نمیگیره، تا زمانی که، یعنی نقش طبیعی خودش رو میخواد بازی کنه و زندگی کنه، مسئولیتی رو که داره انجام میده. حالا هیکلش چاق شده، حامله شده، اون لذتی رو که میخواد از مادری ببره میخواد تجربه بکنه. بنابراین احتیاج داره که انسان حرمت ذات بالا و استقلال نظر داشته باشه که گرفتار این چنبره تبلیغات تجارتی و به اصطلاح ساخته و پرداخته هولیوود نیفته. مگه این سالمه که یک طراحی میاد یه دونه مدلی رو، یه دونه لباسی رو میدوزه و اینو 20,000 دلار میفروشه؟ اصلا این سالمه؟ حالا من شنیدم که تو ایران طفلی دخترا برای اینکه از هالیوود عقب نیفتن مش قرص میخورن، همه سایز 0، همه سایز 2، و بعد اون وقت تبدیل شدن به مجسمه های باربی که حالا بیشتر پسرها اونها، یعنی همه چیز فیک و تقلبی و غیر واقعی شده. بله، شما وزنت رو میخوای در یه حدی نگه داری که از نظر بهداشت و سلامتی و تنظیم بیوشیمی خونت بهترینه و ایدئاله، و برای اون یه مدیکال مدل هست. مدل پزشکی هیچ وقت همه رو توی قالب نمیزه. الان مثل این که هالیوود یا چه میدونم نمایندگانش در سراسر دنیا یه دونه قالب درست کردن که باید هر کی بره تو اون قالب، اضافیاشو باید بچینن بریزن دور، بعد کشش بدن تا اون تو بشه. یه جراحی جدید دیگه هم اومده که حیف به من دیر رسید، و اون اینه که استخون پیوند میزنن قدم بلند میکنن. اینم از این. بنابراین بس که یه مدل تفاوت‌ها باید از بین بره، یه مدلی بیاد که این مدل قد 1.65، وزن 1.30 و دماغام همه سر بالا، گونه‌هام همه یه چیز بچسبونن روش بالا بیاد، لبام همه اردکی، مثل که یه مدلی دارن خلق میکنن که مدل سفینه‌های فضایی. خوش بال جراح‌های پلاستیک، خوش بال کسایی که از این راه دارن نون در میارن.
و بعدا به حال ما که داریم به طبیعت خودمون پشت میکنیم و به این معیارهای به اصطلاح ساخته پرداخته. بی خودی نیست که مولانا میگن در این شهر قحط خورشید است، خورشیدی که ما در پرتوش واقعیت و حقیقت زندگی رو ببینیم. انسان سخت با طبیعت خودش بیگانه شده. بفرمایید دوست عزیز. الو. بله بفرمایید. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. مرسی مرسی. من 23 سالمه. خب. از 2 ساله که عقد کردم. شوهرم هم مثل خودم سنش کمه، 1 سال از من بزرگتره. خانم دکتر مشکل عمده من اینه که شوهرم بسیار مرد مهربون و عاطفیه، فوق العاده منو دوست داره، فوق العاده هر دو تا اون به زندگیمون علاقه مندیم، اما نمیتونیم با هم خوش بگذرونیم. یعنی ما الان تو این 4 سالی که 2 سال دوست بودیم، 2 سال عقد بودیم، 32 تا مسافرت با هم رفتیم، اما من تو هیچ کدومش احساس آرامش، اون احساس آرامشی که چطور بوده؟ چطور بوده که احساس آرامش نکردی؟ یکی از این سفرها رو برام بگو. مثلا یکی از اون مسافرت اولی که رفتیم، ما شوهر من یه جور شخصیتی داره که بیشتر دوست داره ما با هم باشیم، من بیشتر آدم اجتماعی هستم، مثلا بیرون بریم، حالا شمال بودیم، کنار دریا باشیم، تو جنگل باشیم، همیشه هیجان داشته باشیم، و شوهر من بیشتر به سکون و آرامش علاقه داره. خب یعنی اون وقت وقتی تو خونه دوتایی هستین با هم چیکار میکنین؟ فقط میخواد پیش هم باشیم، میگه از بودن در کنار هم باید لذت ببریم. آره نه، میخوام ببینم تو اون مدتی که با هم هستیم توی اتاق در کنار هم از بودن با هم لذت ببرین، چه بکنین که لذت ببرین؟ حرف بزنیم، تو بغل هم باشیم، رابطه جنسی داشته باشیم، چای بخوریم، حرف، حالا هر چیز، هر اتفاقی که ممکنه. خب من فکر میکنم شما گفتید که او، شما همونقدر که او از رابطه جنسی لذت میبره لذت میبری؟ خانم دکتر اون اوایل چرا، ولی الان نه، الان خیلی سرد شدم، هم به رابطه‌مون هم به رابطه جنسی، کلا دیگه احساساتمون یعنی خیلی ازم دور افتاده احساساتم. خب شما در کجای دنیا زندگی میکنی؟ ما ایران هستیم. خیلی خب ببین، من فکر میکنم با سن شوهرت که الان 24 ساله هست، احتمالا بزرگترین خواسته او از جفتش و زوجش هماغوشیه. بله. و به این دلیله که او اون چیزایی رو که تو ازش لذت میبری، دست همو بگیریم کنار دریا بریم، نمیدونم دوچرخه سواری کنیم، یا بریم تو خیابونهایی که فروشگاه هست بگردیم، یا این کارا رو بکنیم، برای او اینا یه مقدمه است که باید به یه نتیجه برسه، در حالی که برای تو اون نتیجه خود همونه. خب بعد من فکر میکنم که او چیزی که سریعتر و زودتر او رو به نتیجه میرسونه خلوته و انزواست، و احتمالاً هم یه کمی مرد حسودیه. نه؟ حتما. بله بله. بنابراین جایی که دیگه مطمئنه تو رو در اختیار داره و به همون شکلی که میخواد تو رو در اختیار داره و هر کاری رو که میخواد با تو بکنه میتونه بکنه، در خلوت خودتون دوتاست. ولیکن تو از او یک رابطه به اصطلاح رابطه عاشقانه، اجتماعی و کاملتری انتظار داری داشته باشی. این دوتا با هم تضاد پیدا میکنه. حالا سوال من اینه که شوهر چه میکنه برای زندگی، چه میکنه؟ خانم دکتر هنوز هیچی، ما فعلا هر دوتا دانشجو هستیم و به خاطر یه سری حالا عقب هم افتادیم از درسمون، اتفاقا زندگیمون هم تو شرایط خوبی نیست، با توجه به اینکه الان هم در تهیه مقدمات عروسیمون هستیم، هنوز زندگیمون به اون جایی که باید نرسیده. یعنی چی به اون جایی که؟ خرج شماها رو کی میده؟
پدر مادر. پدر مادر شما یا او؟ هر دو. خب حالا شما چقدر عجله داشتین که زود تشکیل خانواده بدین؟ خب خانم دکتر، شوهر من با توجه به گفته خودش میگه 2 سال قبل از آشناییمون تو این فکر بوده که حالا با من رابطه برقرار کنه و حالا رابطه همون به یه جایی برسونه دیگه. حالا من یه سوال دیگه ای که دارم این هست که شما گفتی که رو درسمونم اثر گذاشته و درسمون عقب افتاده، چرا؟ دعواهاتون این کارو کرده یا عشق و عاشقیاتون این کارو کرده؟ خانم دکتر، شوهر من دانشجو شهرستان، یعنی تو شهرستان خونه گرفته، الانم اونجاست. من یا اون تهرانه یا من شهرستانم، یعنی وقتایی هم که پیش همه مسلمان حالتامون از اولین چیزی که میزنیم درسمونه و البته دعواهامون هم هست که ما خیلی دعوا کردیم، خیلی خسته شدیم، خیلی الکی با اعصاب هم دیگه بازی کردیم. خب یکی از عناصر دعواهاتون اینه که او میخواد بیشتر شما تنها باشین، شما میخواین بیرون باشی. دیگه از عناصر دعواهاتون چیه؟ بیشتر ما در مورد آدمای دیگه مشکل داریم. یعنی همین چی؟ ارتباط برقرار کردنمون با دیگران اکثرا منجر به دعوا میشه. یعنی چی؟ چرا خندیدی؟ چرا شوخی کردی؟ چرا حرف زدی؟ تو چرا این حرف زدی؟ تو چرا اون حرف زدی؟ خیلی خب، من خبر بدی بر تو دارم و اون اینه که شوهر تو یه آدم حسود و کنترلره. البته خانم دکتر خودش اصلا موافق این قضیه نیست و من نمیدونم الان چجوری باید خود کنه. نه من دارم اینو میگم، من اون موافق یا موافق نیست، به موافقت اون کاری ندارم. معمولا هر کسی که هر مشکلی داره وقتی بهش میگی موافق نیست، ولیکن من اگر جای تو باشم قبل از اینکه مقدمات عروسی رو بچینم حتما با یک مشاور خانواده یا روانشناس در ایران تماس میگیرم و مطمئن میشم که این میزان کنترل و عصبانیت و حسادت به اون حدی نیست که زندگی رو پس از ازدواج به تلخی بکشونه و حتما تلاش میکنم که تا 2-3 سال بعد از عروسی هم بچه دار نشم، چون یکی از راههایی که مردهای کنترولینگ و حسود زن رو برای خودشون محرموم میکنند بچه دار شدن اوست. درست. ببخشید خانم دکتر، اون وقت اگر خبر بد به من دادید میشه یه خبر خوبم به من بدید که امیدوار باشم به درست شدن این قضیه یا نه؟ بله. من فوق‌العاده الان به زندگیم علاقه من شدم، هر روز که میگذره بیشتر دوستش دارم، بیشتر دوست دارم باهاش زندگی کنم، اما خب شرایطم برام سخت‌تر میشه. خیلی خوب. بله البته که گفتم اگر به روانشناس یا مشاور خانواده مراجعه کنید ریشه های حسادت و میل او برای کنترل برای خودش پیدا میشه، کشف میشه. و آخه جالب این هست که دخترای جوان در مراحل اول وقتی این حسادت ها رو، این توجه ها رو در مردشون میبینن خوششون هم میاد، فکر میکنن که ببین چقدر عاشق منه. بله درسته. آره، منتها این علامت عشق نیست. یادت باشه هم تو هم هر کسی که داره منو میشنوه، عشق واقعی یه سپایه است. یک پایش عشقه، یک پایش آزادیه، یک پایش وفاداری. Love, Liberty, Loyalty. یعنی عشق آزادی میاره و آزادی وفاداری میاره. برعکسش وفاداری که در حبس و زندان و کنترل به وجود بیاد وفاداری نیست، وحشت. ممنونم خانم دکتر. یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم؟ اگه خیلی کوتاه باشه. نمیدونم، حالا سعی میکنم خیلی سریع بپرسم.
من شوهرم 9 ماهه که از روابط قبل از ازدواج من مطلع شده و این قضیه به شدت تمام رفتاره شد اگزاجره کرده. واقعا دیگه الان دوتامون در عذابیم. مگه تو چرا راجب روابط قبل از ازدواجت با او صحبت نکردی؟ قبل از ازدواج ها؟ قبل از ازدواج باید صحبت میکردم. معلومه که باید صحبت میکردی. خانم دکتر من اشتباه همو قبول دارم، منتها این شرایطی که الان به وجود اومده رو میخوام ازتون کمک بگیرم برای رفعش، چون فوق العاده داره اذیت میشه، مدام فکر و خیال تو سرشه، مدام داره. چگونه متوجه این رابطه شده؟ از یه تلفنی که من با دوستم داشتم، حالا دوستم من نمیدونم بچی راجع به این قضیه با من صحبت کرد، ولی از اونجا متوجه شد. او مگه تلفن های تو رو کنترل میکنه؟ صدای تلفن زیاد بود خانم دکتر، همینجوری ناخودآگاه متوجه شد. به هر حال اون چه که مسلمه، تو باید الان یک بار با قدرت و با متانت و با مهربونی به او بگی از این که من این مسئله رو قبل از ازدواج با تو مطرح نکردم متاسفم، اشتباه از من بوده و الان جز عذرخواهی ازت کاری نمیتونم بکنم. اما یا الان تو انتخاب داری، یا من رو ببخشی و دیگه از حالا تا روزی که با هم زندگی میکنیم از این مسئله صحبت نکنیم، یا نبخشی و ما از هم جدا بشیم. خانجر جان میگه من تو رو نمیتونم ببخشم به خاطر اینکه به من دروغ گفتی، اما میخوام باهات زندگی کنم. ما نمیتونیم زندگی کنیم، بعد زیرش بنویسیم حق نق محفوظ است. میگه باید پیشم باشی. میگه هر وقت این قضیه یاد من نه اون میخواد تو رو گروگان بگیره. تو دختر جوونی بودی، 21 ساله، 20 ساله، 19 ساله، با یه کسی دوست بودی، گناه کبیرم نکردی. تو جامعه سالم آدم یکی دو تا سه تا دوست داره قبل از اینکه وارد رابطه جدی بشه، دوستی ها رو در مرزهای اخلاقیش نگه میداره. بنابراین تو گناهی نکردی، تو خطایی نکردی. در این که دوست داشتی، تنها خطات این بوده که به این آدم نگفتی، یه بخشی رو پنهان کردی. برای اون ازش عذرخواهی میتونی بکنی، او یا میبخشه و زندگی ادامه میده و هرگز دیگه راجع به این مسئله حرف نمیزنه، یا نمیبخشه و شما از هم جدا میشید. ولی این که من با تو ازدواج میکنم ولی تو از حالا تا آخر عمر به من بدهکاری و حق نق محفوظ است و حق شکنجه تو برای من محفوظ است، زیر بار این چیز نرو قبل از ازدواج، قبل از مراسم، قبل از سالون گرفتن و حالا پیرن خریدن و گل و پولک زدن. برو با یه روانشناس صحبت کن، تکلیف این مسئله رو روشن کن. یه روابط قبل ازدواج من روابط بدی بوده باشم، باز همین فرمایشات شما هنوز همین شرایطی که من میگم عیناً همینطوره. ما با بدهکاری نمیتونیم وارد رابطه با کسی بشیم. مواظب خودت باش. بفرمایید دوست عزیز با شما. الو سلام خانم دکتر. جانم سلام. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. خانم دکتر من در شرایط کاریم ناچارم که با گیز و لزبیان همکاری داشته باشم. بله. چون من کارهای کامیونیتی میکنم. بله. و این خیلی منو اذیت میکنه، من نمیتونم هیچ وقت اینا رو بپذیرم و میدونم که از نظر شغلی تحت فشار خواهم بود و اگر که نپذیرم به حال اینجا قانون اکوالیتی هست که همونطور که خودتونم میدونین ممکنه که من اخراج بشم، ولی هیچ وقت قلبا نمیتونم اینا رو بپذیرم چون فکر میکنم روشو هیچ وقت سیمپاتی ندارم وقتی که ناراحتن. آخه تو شغل شما چجوریه که شما باید اینا رو بپذیری؟ من باید باشون هم کار کنم، یعنی با کامیونیتی های مختلف کار کنم. اینا هم یه گروه از کامیونیتی ها هستن دیگه. خب آخه چه اشکالی داره کار کردن با اونا؟ مگه به شما پیشنهاد میکنن که شما باشون گی و لزبیان بشید؟ نه، ولی هیچ وقت نمیتونم باشون، مثلا وقتی مشکلی دارن نمیتونم هیچ وقت سیمپاتی داشته باشم،
یعنی مشکل خود کارای خود، یعنی هیچ وقت چجوری بگم، هیچ وقت نمیتونم همکاری کنم، هیچ وقت نمیتونم سپورتشون کنم، دست خودم هم نیست، خیلی هم تلاش میکنم. فقط دلم خواست که شما برای من بگین که واقعا، چون من نمیدونم چرا احساس میکنم اینطوری هم که میگن خب اینا اصلا اینطوری به دنیا آمدن، ولی آیا واقعا اینطوره؟ یعنی همه اینا واقعا اینطورین، یا اینکه اینا از یه ارتباط سالم زده شدن و به این ارتباط کشیده شدن به خاطر به من بگو ببینم هیچ وقت تو هیچ کدوم از نزدیکانتی همچین کششی رو دیدی؟ نه شاید بوده ولی من ندیدم، نمیدونم. نه یعنی منظورم اینه که درد شخصی نداری روی این مسئله؟ نه بعد یه نوع قضاوت اخلاقی مبتنی بر مذهب داری؟ من مذهبی هستم ولی نه خیلی، یعنی مثلا من خیلی با ادیان مختلف خیلی راحت میتونم کار بکنم، حتی آدمایی که بیدینن باشون خیلی راحت میتونم کار بکنم. ببین واقعیت از من، واقعیت از من سوال کردی که اینها به اصطلاح افراد گی و لزبیان، اینها هم نمیتونیم اینا رو خطاب کنیم یا اینجوریان نمیتونیم بگیم، به دلیل اینکه لغت ها همش بار ارزشی داره و در جامعه امروز که حقوق مساوی انسانی برای گی و لزبیان ها وجود داره، ما نمیتونیم از این نوع واژه ها استفاده کنیم. چیزی که مهمه، شما از من سوال کردید که آیا پایه‌های طبیعی برای این گرایش ها وجود داره، پایه‌های طبیعی بدنی. بله، برای اکثریت اونها، اینها جینوتایپ و فینوتایپشون فرق داره، چون جینوتایپ در هنگام به اصطلاح جفت و جوری جنین فرم میگیره، بعدها هورمونی که از طریق در واقع جفت باید برای پرورش اون جین مربوط به جنسیت باشه، گاه کار خودش رو اون گونه که مچ هست انجام نمیده. بنابراین این مسئله اگرچه از نظر اجتماعی پذیرفته شده در بعضی از جوامع نیست، ولی نه به عنوان بیماری در بیماری ها نابهنجاری های رفتاری ثبت الان از سال 73 به بعد، اونو به صورت بیماری و غیرعادی فکر نمی کنه. اگر شما مثلا، بعضی افراد هستن که با حتی پاره بیماری ها، من یک کلاینتی داشتم که با جزامی ها مجبور بود کار کنه و به شدت از کار کردن با اونا بیزار بود، خب باید می اومد از اون کار بیرون. شما اگر واقعا رفتارت به طوریه که یا خودت یا اونها رو اذیت میکنه، شاید مجبوری شغلتو عوض کنی. اما اگر مایلی که با این حساسیت کنار بیای و به قول معروف انسانی بشی از اهالی امروز که با تمام افقهای باز نسبتی داشته باشه، شما یادتون نره که باراک اوباما در سخنرانی پرزیدنشالش در یک سرزمین محافظه‌کاری مثل آمریکا گفت من پرزیدنت همه مردم آمریکا هستم، اسم برد، گفت نمیدونم سفید، سیاه، زن، مرد، لیبرال، کانسرواتیو، رادیکال، همه اینا رو اسم برد، بعد گفت گی اور استریت، یعنی هوموسکشوال یا غیر هوموسکشوال. بنابراین این الان جز معیارهای پذیرفته شده به خصوص در این سرزمین ما هست. اگر شما تعصبی داری که نمیتونی حلش کنی، بهترین کار اینه که تلاش کنی از نظر درمانی. گاهی ما هوموفوبیک هستیم، یعنی وحشت داریم مثلا از این چیزا به دلایل مختلف. این مسئله رو با یه روانشناس در میون بذاری ببینی گیرت کجاست. اگر گیر برطرف شد که شد، اگر نشد شاید بهتر هست که شما شغلت رو عوض کنی. خیلی متشکرم. خواهش خیلی ممنون. دوستان عزیز به من اشاره میکنن که چند لحظه باید برای آگهی ها بریم. همونطور که دقت کردید، امروز به خاطر هجوم تلفن هایی که هفته گذشته به ما شد برای سی دی ها، دوستان ما در استودیو، آقای جمشید و دوست نازنین دیگرمون، یک لوگوی تهیه کردند که مرتب میگه که برای سفارش سی دی ها چه بکنید. میگه برای سفارش سی دی های آموزشی به سایت www.drfarnoodi.com
برید یا با تلفن‌های 310-701-4411 یا اگه میخواید مستقیم با فردی صحبت کنید 949-463-5795. الان این تلفن بازه و شخصی روی خط به شما پاسخ میده. 949-463-5795. تا چند لحظه دیگر با ما باشید. خرید مسکن یکی از بزرگترین تصمیمات مالی یک خانواده است. با انتخاب مهرداد ارجمند با سالها تجربه و برنده جایزه بالاترین فروش از شرکت‌های معتبر ترایدل و منکس بهتر تصمیم گیری نمایید. من مهرداد ارجمند، کارشناس امور املاک در بزرگشهر تورنتو، با 15 سال سابقه در امور املاک تجاری، مسکونی و سرمایه گذاری در خدمت هموطنان هستم. برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن‌ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1331 و فکس شماره 416-490-1295. به این مرد نگاه کنید، آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید. ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم. در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می پردازیم. گذشته را کنار بگذارید. آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملا محرمانه 10 میلیون دلار. آیا از سرنوشت رون آراد اطلاعی دارید؟ گالوانیک اسپا دستگاه اسپای خانگی می باشد که همگان امکان خرید و استفاده از آن را در منزل خود دارند. این دستگاه با جدیدترین تکنولوژی اروپایی شادی و تراوت پوست صورت و بدن شما را تضمین می کند. کارکرد و مزایای دستگاه گالوانیک اسپا: فعال کردن کالوجن پوست، خارج کردن مواد زائد پوست، از بین بردن چروک ها و خطهای پوست، بالا بردن گردش خون در سطح پوست، بازگردن و ترمیم پورس های پوست، تقویت سلول های پوستی، شفاف و بهبود دادن ظاهر پوست، تقویت مو و ریشه مو، از بین بردن چربی زیر پوست. استفاده از این دستگاه بدون زیان‌های جانبی می باشد. این دستگاه با 4 سر مجزا برای نقاط مختلف بدن مثل پوست سر، صورت، زیر بازوها و رگ‌های واریز. برای سفارش دستگاه گالوانیک اسپا یا کسب اطلاعات بیشتر با مرکز سلامت ارگانیکا تماس بگیرید. تلفن مرکز سلامت ارگانیکا 905-508-6668. خانه مکان مقدسی است. فرزندان ما در آن پرورش می‌یابند و آرزوهای ما در آن شکل می‌گیرند.
من پریوش امیری، مشاور املاک از کمپانی هوم لایف بی ویو، با همکاری تیم مجرب مهندس مهدی مهاجر، عضو رسمی انجمن مهندسین اونتاریو با سالها سابقه در امر خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری با ارائه خدمات قبل و بعد از فروش در خدمت شما هموطنان گرامی می باشم. پریوش امیری نامی آشنا در ترونتوی بزرگ و برنده جوایز متعدد از کمپانی هوم لایف بی ویو. تلفن پریوش امیری 416-566-2378. بله دوستان، به شما بازگشتیم. بفرمایید، با شما هستم. سلام عرض میکنم خانم دکتر. سلام خانم، حال شما؟ قربان شما، متشکرم که این وقتتون رو به من دادین. خانم دکتر، من سوالم از شما در ارتباط با روابط زناشویی و ارتباط به خصوص در ارتباط با مسائل ارتباط زناشویی حتی در زمینه جنسی به خصوص منظورم هست، در دوره میانسالیه. من خودم 55 سالمه، شوهرم 59 سالشه، مدت 30 سال هست که در این ازدواج هستیم و حاصل ازدواجمونم یه فرزند هست. بعد مسلماً الان دوره ای رو که به قول معروف دوره منوپاز رو شاید طی می‌کنیم یا ازش گذشتیم، و الان به عنوان دوستان خوب برای همدیگه هستیم از لحاظ فکری و از لحاظ روابط انسانی. میشه گفت که از با هم صمیمیت رو وجود داره بینمون، ولی اون پشن و اون روابط عشقی به مفهوم واقعا جنسیش میخوام بگم وجود نداره و واقعا نمیدونیم اینو چجوری میشه حلش کرد. به خصوص من اینو در ارتباط با همسرم میبینم که اصلا علاقه نداره، تمایلی نداره و یک مثل یک بحران شده. حالا من دارم بدونم که اجازه رو آیا عادیه در همه روابط واقعا وجود داره؟ اجازه میدید کار میشه براش کرد؟ اجازه میدید من چند تا سوال از شما بکنم؟ بفرمایید. بحران از جانب شماست، چون او که مشکلی نداره با این مسئله، یعنی او رفاقتشو با شما داره، دوستیشو داره، مهرورزیشو به شما داره، ولی کن سکس نمیخواد، نمیتونه داشته باشه. درسته؟ درسته. پس این شمایید که به علت نداشتن رابطه جنسی و پشن یک کمبودی رو احساس میکنید، درسته؟ بله. خیلی خوب، حالا بذار که من اول دو تا چیز رو بگم. یکی این که آیا شوهر شما هیچ وقت مبتلا به بیماری قند بوده؟ نه خیر، نبوده. اون اتفاقا الان بهتون میگم، خودش هم داره این مسئله رو، این صحبت های ما رو گوش میکنه. اگر سوالی هم داری میتونی از خودش هم بکنی. نه این نداشته و الانم البته از این موضوع خودش رنج میبره که این رابطه به اون شکلی که قبلا وجود داشته نیست و این احساس رو نداره. اینطوری نیست که خودش هم ازش خوشحال راضیه. ولی خب چه کار کرده برای درمانش؟ خب خیلی از نظر پیش دکترهای مختلف رفته و ثابت شده که از نظر جسمی سالمه، از لحاظ مسائل مربوط به فیزیکی سالمه. منتها احساس و درکی که وجود داره اینه که احتمالاً شاید دچار یه دپرسیونی چیزی بوده که این احساس شدید ایجاد شده و حالت خود رفتن و عدم علاقه اصلا به مسئله جنسی درش ایجاد شده. ایشون هیچ وقت از قرصای SSRI یا قرصای ضد افسردگی استفاده کردن؟ نه خیلی، هیچ وقت استفاده نکرد. استفاده نکرد. چه چیزی سبب شده که شما فکر کنید شاید مشکلش ناشی از افسردگی باشه؟ خودش این رو بیان میکنه و این رو از حالتهاش هم میشه فهمید که واقعا من شایدم یه مقداری همین حالتهای طبیعیه که مردها بیشتر تو این سنین که قرار میگیرن دلشون میخواد تو خونه باشن، دور بیشتر از بیرون دوری میکنن، میان تو خونه. ولی مثل این که در ما زنها مثل این که یک نوع بلوغ دوم به وجود میاد، دلمون میخواد بریم بیرون،
ارتباط اجتماعی داشته باشیم، یک حالت شاید حرکت عکس زندگی گذشته به وجود میاد. من خودم همیشه فعالیت داشتم، بیرون کار میکردم، الانم کار میکنم. حالا اجازه بده من یه دو سه نکته رو اینجا بگم. اولا حالا این ممکنه به نظر بعضی از آقایون عجیب بیاد، ولی جالبه که این مسئله رو بدونید که هورمون جنسی یا بالانس جنسی، میدونید هم در زن هم در مرد هر دو هورمون زنانه و مردانه وجود داره. و زن تستوسترون منظورتونه؟ بله تستوسترون. بله هورمون به اصطلاح جنسی زنانه و مردانه در هر دو جنس وجود داره. حالا بله. موقعی که خانم ها به سن مناپاز میرسن و هورمون زنانشون افت میکنه، چون داره دیگه میره به این سمت که دیگه تخمک تولید نکنه و دوره باروری و اینها تمام بشه، دیگه هورمون زنانه افت میکنه، نسبت هورمون زنانه به هورمون مردانه عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی هورمون مردانه که هورمون خواهندگی های جنسی و به اصطلاح یک نوع اکتیو سکشوالیتی هست یا فعالیت های جنسی فعالانه هست، این در خانم ها به دلیل پایین اومدن هورمون زنانه، یعنی بیشتر خواهندگی های جنسیشون شبیه مرد ها میشه و درست خانم ها بعد از دوره مناپاز دوره فعالیت های جنسیشونه و دوره شهوانی شدنشون فرا میرسه، اگر به زوجشون علاقمند باشن و اگر در دوره های قبل آسیب های جدی ندیده باشن به طور طبیعی. ولی در مردها هم هورمون زنانه یا مردانه هورمون جنسی یعنی تستوسترون افت میکنه و چون افت میکنه اون وقت در اونها تمایلات جنسی به دلایل شیمیایی پایین تر میاد. بسیاری از موارد علت این که این مردها سراغ زنهای جوون به اصطلاح خیلی سرحال پرنشاط میرن برای این هست که دیگه چیزهای عادی اونها رو تحریک نمی کنه، بنابراین دنبال یه کسی می گردن که اونها رو به اصطلاح تحریک کنه یا اون کمبود اونها رو جبران کنه، اونها رو سرحال بیاره. یعنی بسیاری از مواقع زن جوون نقش وایگرا رو بازی میکنه برای این افراد. حالا این که چه باید کرد، خب میدونید که الان قرصهای مختلف هست، مثلا سیالیس الان یکی از اون قرصهایی هست که حتی به مدت طولانی این تمایلات رو بالا میبره. من ربطی به شوهر شما نداره و به کیس شما نداره. گاهی اوقات بعضی مردها به دلیل روابط بیرون از زناشویی نسبت به همسر خودشون بی‌رغبت میشن، که امیدوارم در کیس شما حتما اینطور نباشه، ولی این هم از اون مواردی هست که به طور بالینی و کلینیکی ما میبینیم که اون وقت مردها دلایل مختلف و عذرهای مختلفی میارن، من اصلا دیگه مرد نیستم، من کمردرد میگیرم، من اصلا ناتوانی دارم، بابا چی میخوای از چیزم، من تو خورخور میکنی، میخوام اتاق خوابم رو جدا کنم، دلایل مختلف. ولی وقتی که به تهش میرسیم این هست که خب یه شیطنت های اون پشت وجود داره. حالا خیلی جالبه. نه البته این در مورد ما صدق نمی کنه. بله ولی خب این کیسا گفتم در مورد خیلی جالب. بله خیلی البته بی انصافانه است که در واقع این خانوما هستن که بایستی که همسران خیلی جوان تری داشته باشن. خب در واقع تو به این سن میرسن شوهرانتون در واقع هنوز مراحل دیگه رو طی بکنن تا اینکه برعکسش میشه. خب حالا یکی از اون ظلمای دیگه ای که من فکر میکنم که شامل حال خلاصه زنان جهان میشه. حالا خلاصه این که الان میبینید خیلی رایج شده که خانم‌های تو سنین بالا با مردهای جوانتر ازدواج میکنن، به خصوص خانم‌هایی که امکانات مالی و موفقیت‌های اجتماعی دارن، یعنی به قول
چیز اون شعری که میخونه خانم گوگوش با یه آقای نمیدونم بازی کلاغ پر، حالا زنا اینور مردا اینور، حالا برعکس، حالا اینم واقعا یه خود برعکس هم شده. ولی خب چیزی که خب البته واقعا مسئله اینه که خب روابطی که هنوز اون تو این سنین بالا که میرسه از یه کیفیت خب واقعا برجسته تری برخورداره، روابطی که تونسته ثابت بمونه و دوستی های عمیق‌تری به وجود بیاد. بله. ولی واقعا این یک موزله. من اینو به نظرم میاد که کمک‌های بیشتری میتونن در واقع زوجها در این سنین برای خودشون بکنن. بله. با این طبیعت چند که شما میگین نسبت این تستوسترون در زن تفاوت میکنه، چند عامل ترشحش در مورد مرد ها یه جوری کم میشه، مال زنها به نوعی نسبتش میره بالا. خب این عدم تعادل رو چگونه باید در مقابلش بیستن و چگونه چیکار بکنن؟ نکنه شما میخوای پیشنهاد کنی که زنها تعدد زوجات رایج بشه؟ من نه همچین چیزی معتقد نیستم. من معتقدم هر دوتا باید در همون شکل مونوگام بهترین شکله. بله. حالا اجازه بده، اجازه من هنوز بهش معتقدم. ولی خب اگه قراره که از اون بر باشه، بله، اگه هر چیزی برای هر دوتا باشه. ببین من ممکنه الان دارم با شما که حرف میزنم یه حدسای دیگه هم میزنم و فکر میکنم شما اینقدر انرژیت بالاست که ممکنه شوهرت عقب نشینی کرده. اینم میتونه درست باشه. بله میتونه واقعا، چون من همین الان میبینم که من دیگه دارم سکوت میکنم. چرا؟ برای اینکه شما اینقدر پر انرژی صحبت میکنی که من در گفتگو عقب نشینی میکنم. حالا در سکس هم اگر شما اینقدر هایپر باشی و پر تلاش باشی و پر انرژی، اون طرف ممکنه گرفتار اختگی بشه. حالا بذار که یه نکته رو با هم مطرح بکنیم و اون اینه که علت کاهش قوای جنسی در مردان این عناصری که میگیم هست: یک، بیماری های بدنی مانند دیابت یا زمینه های ارثی برای افت شدید هورمون جنسی. بله. این از آن. دوم، افسردگی، همونطور که خودت اشاره کردی از عوامل مهمش است. سومی، کار شدید و خستگی و فرسودگی. یک عامل دیگرش مسئله مصرف مواد مخدر از جمله تریاک یا حشیش یا مواد بهش میگن دانر که پایین میاره انرژی به اصطلاح جنسی رو. اینم باز یکی از مواردش میتونه باشه. یکی دیگه از مواردی که مردها قوای جنسیشون آسیب میبینه یک به اصطلاح پیامد ثانویه‌ای هست در پاره ای از بیماری هایی که همراه با فشار خونه. این هم باز از اون موارد هست. بهترین کار این هست که اون وقت، یک مورد دیگه‌ش هم کسانی که هایپوتایرویدیسم دارن، یعنی کمکاری غدد تایروید دارن، اینها هم کندی یا بیمیلی یا سردمزاجی بهشون دست میده. بنابراین من توصیه‌ام اول اینه. حالا یکی دیگه هم آخری که مردای ددری و دله که صفاشون رو جای دیگه میکنن وقتی به غذای خانگی میرسن سیره. حالا ولی بعدا میگن عزیز بشینه کنارم، عزیز بشینه کنارم. بله، عزیز بشینه کنارم. خیلی خوب. حالا خب عزیزای حالا هم که خیلی نمیشینن کنار. نه دیگه تموم شد. اون ممرم لولو برده بود الحمدلله. حالا شما اینقدر با من حرف بزن که آخر منو به عنوان مفسد فلعرض اسممو ببرن تو لیست سیاه.
حالا برگردم به این مسئله، بهترین کار اینه که یه مدیکال چکاپ کامل بکنن همسرتون و ببینن علت مدیکال داره یا نداره. بعد از اون میتونن با یه روانشناس صحبت کنن، ببینن آیا افسردگی یا اضطراب وجود داره یا نداره. ضمناً این رو هم بدونید بعضی از افراد به علتهای ژنتیک پیریهای زودرس دارن. نکته دیگه مسئله فرسودگی و کار و نگرانی شدید، این هم خودش برای افراد فوق‌العاده مسئول سورس در واقع بیمیلی های جنسی میشه. علتش رو پیدا بکنید، بعد علاج داره، مطمئنن علاج داره. الان از شیوه های مختلف استفاده میکنن، به خصوص اگر روابطتون دوستانه، رفیقانه و صمیمانه هست، حتی در بهترین ببخشید در بدترین شکلش زن و شوهر امکان این رو دارن که عشق و صمیمیت و تماس و لمس و بوس و کنار رو از طریق خودشون انجام بدن و برای کمک گرفتن در مراحل ارضای جنسی برای همسرانشون، اگر روابط امن و سالم و الفت‌های عمیق وجود داره، از به اصطلاح وسائل کمک‌های فیزیکال جنسی میشه استفاده کرد که متخصصی که بهش مراجعه میکنید شما رو با این ابزار آشنا میکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم خانم. نکات بسیار خوبی رو مطرح کردیم. سپاسگزارم. متشکرم ازت. قربانتون. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام عرض میکنم خانم فرزودی. سلام خانم، بفرمایید. برنامه بسیار جالبی داری و بی نهایت من ازش استفاده میکنم. سپاسگزارم. من یه مشکلی تو زندگیم پیش اومده در حال حاضر که به خصوص در حال حاضر که نشستم بی نهایت با درونم به جنگم. من یه دختری دارم که الان 30 سالشه. من دقیقا 13 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم. این دختر که با من از ایران اومد بیرون 18 سالش بود. و دائما از اون تیپ دخترهایی بود که خیلی دوست داشت ازدواج کنه، یعنی عاشق زندگی کردن بود، ولی براش فرق نمی کرد، فقط این بود که حتما مردی بیا سر راه زندگیش که ازدواج کنه. به خاطر این خودش برای خودش کیس پیدا میکرد. یعنی هر کسی که از در می آمد تو اگه با یک نگاه گرم به این نگاه می کرد، این فکر می کرد که این عاشقش رو باید باش زندگی کنه. از زمانی که من خاطرمه اولین باری که برای این اسم خواستگار اومد 14 سالش بود، چون که پدرش در موقعیت خیلی خوبی در ایران بود، افراد خیلی مهمی هم برای این بچه می آمدن، ولی یه دختر 14 ساله رو هیچ وقت حاضر نمی شدن بذاره ازدواج کنه. این گریه میکرد، میگفت چرا شما زندگی من نابود میکنی، من میخوام ازدواج کنم. در سن 18 سالگی که از ایران اومد بیرون 4-5 مورد رو در عرض 5-6 ماه برای خودش به وجود آورد. شما یه خورده خلاصه گویی کنید عزیزم. در آخرم بدون رضایت ما ازدواج کرد. ازدواج ناموفق که صاحب یک دختر 7 ساله هستش الان، و این ازدواجش در ایران شکست خورد. یعنی اینجا ازدواج کرد، چند سال اینجا بودن، برگشت ایران، ولی از لحظه اول که با این مردی که ازدواج کرد، این آقا دختر من که همسرش بود داشت، ولی در نهایت همیشه 3-4 تا مثل همون موضوع قبل که با اون خانم صحبت میکردین برای خودش کنار داشت، تا بالاخره زندگیشون به خاطر این مسائل به هم خورد. در حال حاضر مردی سر راه زندگی این دختر اومده که این از اقوامه، یعنی همسر نزدیکترین کس به این دختر. این دختر وقتی که اومد اینجا مسائل لوس شد. من نمیدونم کار ما درست بوده یا غلط، ما خودمون خبر دادیم که یه همچین موضوعی پیش اومده و این زندگی به هم خورد، که شما حواستون جمع باشه این دو نفر با هم. دیروز صحنه ای تو خونه من به وجود اومد که من خودم از دیروز ها نمیتونم خودم رو ببخشم. بچه من مهمون 10 روزه خونه من بود، ولی با چشم گریون
صورت خونی، چون که برادرش نتونست تحمل بیاره، پدرش نتونست تحمل بیاره، خودش داد و بیداد میکرد. بعد فرزند دیگه از گل بالاتر نگفتم با این صحنه خونه رفته بیرون. من تونستم پیداش کردم، باهاش حرف کرد زدم. نمیدونم هم قلبم رنجیده، هم ناراحتم از کارش، هم واقعا به عنوان یک مادر نمیتونم خودم رو ببخشم که این مهمان 10 روزه خونه من بوده به این صورت رفته بیرون. الان نمیدونم کار درست چیه که من باید انجام بدم. بذارید من اول فقط نشستم گریه میکنم، میگم من چه کنم. حالا اجازه، میدونم کار اون اشتباهه. حالا. از یه وقت دلم نمیخواست این مسائل پیش بیاد، از یه وقت دلم پر غم، دلم میخواد ازش بگم بابا من معذرت، من نمیدونم باید چی کنم. این راه این در حال حاضر مغزم کار نمیکنه که راه درست چیه که من باید انجام بدم. اگه یه دقیقه صبر کنی من چند تا سوال ازت بکنم. یکیش اینه که سوال اول من اینه که ایشون الان با یه آقایی که از بستگان شماست داره دیت میکنه و شما این خبر رو اطلاع دادید؟ ایشون این بسته ما ازدواج، یعنی ازدواج کرده. بله. همسر ایشون از نزدیکانه و دارای فرزنده. بله. و نمیتونستیم که ما بنشینیم به صرف اینی که الان متوجه شدیم و همسر این آقا و مادر این آقا خبر ندیم. خب مجبور شدیم اینو بگیم، برای اینکه اگر ما این کار رو نمی کردیم اینا امکان ازدواجشون 100% 100% ازدواج میکردن. الان فکر میکنین رومون نمیشد؟ الان فکر میکنین، الان فکر میکنین که به هم خوردون ازدواج اونها؟ الان که نمید، اینقدر جنجال بدی خانم فرنوده که تو عمرم ندیدم توی فامیل به راه افتاده که نمیدونم چی کار کنم. بله، من فکر میکنم که اتفاقا جنجال این افراد رو به هم نزدیکتر میکنه نه دورتر. منتها شما، من با این آقا صحبت کرده بودم خانم فرنوده، خب ازش خواهش کردم از زندگی دختر من بری بیرون. خب این آقا کمک کرد که دختر من از اون زندگی قبلش بیاد بیرون. این آقا کمک کرده خونه برای دختر من توی ایران گرفته، امکانات مالی رو کامل در اختیار دختر من گذاشته که دختر من در رفاه کامل در ایران زندگی میکنه. خب ولی به عنوانی که خواهر این آقا متوجه شده بوده، یه بوی برده بوده، به عنوان مسافرت چند روزه دختر منو فرستاد پیش من. ولی من در عینی که اینا تلفن با هم صحبت میکردم، مسائلی داشتن، متوجه مسائل شدم. ولی خواهر این آقا از ایران به من زنگ زده، خواهش میکنم دخترتو نگه دار، نذار برگرد. آخه من اصلا نمیدونم شما این روابط اینقدر عجیب و غریبه. مثلا خواهر این آقا وقتی میگه دخترتو نگه دار، فکر میکنه که تو دنیای امروز شما یه دختر 30 ساله رو میتونی پاشو زنجیر کنی به کمد؟ دقیقاً من همین جواب شما رو به ایشون دادم. خب حالا بذار که من بگم که چه اتفاقی افتاده. علت اینکه شما اطلاع دادید، در واقع داشتید یه مقداری پیشگیری و پیشبینی میکردید از اینکه بعدها خود شما ملامت نشید به عنوان کسی که پرده روی این کار غلط دخترت کشیدی. بنابراین این کار رو کردی برای اینکه برای خودت بیمه آبرویی بخری برای آینده در فامیل. این کار به این دلیل صورت گرفت. نکته دوم این که پدر همسر شما و پسر شما این دختر رو در منزل شما کتک زدن، بیجا کردن. مگه عصر حجره؟ نه که... بچه دختر خودش مقصر شد. نه 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 خودش حمله، اصلا خودش یعنی جنون پیدا کرده. ببینید او جنون پیدا کرده یا هرچی، اون دستهایی که او رو خونین کرد خودش نبود. نه تموم شد. عصر بربریت و حاکمیت و نظارت مردان محرم از پدر، برادر، شوهر، عمو، دایی در خانومها، این عصر سپری شده. ما مسئول رفتار خودمون هستیم. همسر شما میتوانست محترمانه به دختر شما بگه من رفتار تو رو نمیپذیرم، مهر تایید نمیگذارم و دوست ندارم تو در خونه من باشی، لطفاً چمدونت رو بردار و از این خونه برو. برادرش که اجازه بده، اجازه بده، خودش باعث شد، یعنی خودش با هجوم آوردن رو به پدرش،
با کلماتی که دقیقا یعنی چیزهایی که اون کارکتری که این پسر ازش ساخته بود، یه کارکتر جنگی، رو به پدرش حمله ور شد، بعد اهانت به اجازه بده افراد میکرد. اجازه بده نمیتونست خودش رو کنترل کنه، یعنی پدرش تا حد مقدور خودش رو کنترل کرده بود، یعنی یه بساطی رو به وجود اومد که این خودش با پرخاشگری و با نمیدونم، یعنی واقعا حالت جنون بهش دست داده بود. عزیزم شما جوری که الان داری صحبت میکنی من فکر میکنم خیلی به اصطلاح هرج و مرج آفرینه. ببینید، او با یه نفر یه رابطه‌ای داره، اون رابطه رو شما پرده از روش برداشتی، حالا درست یا غلط این کار دلت خواسته بکنی، بیشترم پروتکشن خودت در میون بوده نه محافظت از دخترت، حالا بگذاریم. ولیکن الان شما داری میگی که این پرخوشگری رو این مرد در رو به وجود آورد، اون مرد رو این یک سال میشناسه، این دختر رو شما و پدرش 30 سال بزرگ کردین. به من نگین که در خانواده‌ای که میشه دختر 30 ساله رو کتک زد خشونت سابقه نداره. به من نگید امروز اصلا همچین مسئله‌ای برای این دختر تو خونه ما به وجود نیومده بوده خانم دکتر. حالا یعنی این دختر از سن 18 سالگی به بعد بیشتر برای خودش بوده، چون توی این مملکت میدونی که جوونا میرن برای خودشون. خیلی خوب، حالا من فکر میکنم شما الان به عنوان مادر و پدر تنها کاری که میتونید بکنید اینه که به او بگید چون با رفتارش موافق نیستید از او حمایت نخواهید کرد و او باید، تنها پیشنهادی که شما میتونید بکنید اینه که قبل از تصمیم گیری راجع به این رابطه با یک متخصص مشورت کن. اول در درجه اول اون شوهرخواهی او از سن 14 سالگی برای من علامت سوال به وجود میاره و بعد ازدواج اولش رو تموم کردن با یه دختر 7 ساله و بعد حالا بلافاصله وارد روابط یک زندگی دیگر شدن به من نشون میده که این دختر خیلی ثبات رفتاری و ثبات عاطفی نداره. این مسئله‌ای که به صورت مشکل باید بهش نگاه کرد. ولی حالا کتک زدن و نکته دیگه این که در مورد پدرش، حالا اون که بماند که حق نداشت این کارو کنه، ولی برادر جز این که برای خواهرش یک پیام یا یک نامه یا یک کارت بنویسه و عذرخواهی کنه از اینکه او به هیچ عنوان حق نداشته در مسائل خواهر مشارکت کنه یا دخالت کنه و از او تقاضای عفو بکنه، کار دیگری درستی نیست که بتونه انجام بده. خود برادرش هم بی‌نهایت ناراحته، یعنی اصلا چه که شوکه شده بود، الان خودش اعصابش نداره و بدتر از همه من خودم خانم دکتر، اصلا انگار یک غمی روی این قلبم، اصلا نمیدونم چی کنم. فقط تنها کاری که امروز تونستم بکنم زنگ زدم بهش، گفتم هر چی دوست داری بگو، من دوست دارم تو دلتو سبک کنی، شاید وقتی که دلت سبک شد بتونی بفهمی که من به تو چی میگم، چون من خیلی باهاش به قول معروف دوستانه صحبت میکنم. هیچ از نه سب کن. هر چی به من میخوای بگو، دلتو سبک کن، این بسیار حرف غلطیه. روابط سالم احتیاج به تخلیه هیجانی نداره. شما تنها چیزی که به او میتونی بگی اینه که منو ببخش از اینکه اسرار تو رو به کسی که نمیبایست بگم گفتم، این راه من بود، غلط یا درست، برای حفاظت تو و پیشگیری از همپاشیدن یک زندگی. میگم در حال حاضر، میگم من خودم خیلی وقتی شما داشتید صحبت کردم اشتباه میدونم، خیلی جاهاش اشتباه شاید ما بود، ولی ناخواسته موقع اشتباهاتی پیش میاد. بله، ولی الان دلم میخواد که حداقل قدمی رو که برمیخوام بدارم با قدم درستی برای از بین بردن این مسائل بکنم. بله، مهمتر از همه اینه که من خودم الان بار سنگینی رو حس میکنم که چرا فرزندی رو که یه عمر با آبرو بزرگش کردم، بهش احترام گذاشتم، ازش حق احترام نکردم و تو خونه این بچه بزرگ شده که یک دونه دختر دارم، چون که عاشقانه پدرش دوست داره، چرا باید همچین مسئله پیش بیاد؟ ندانم کاری هایی که بسیاری از ما پدر مادرها می کنیم چون در شرایط هیجانی
عقلمون کار نمیکنه. من الان توی این کشور هستش، چند روز دیگه میری رفته منزل یکی از دوستاش. من نمیدونم شما فکر میکنین عکس عمل درست چیه؟ من آزادش بگذارید، آزادش بگذارید. برادر یک نوت عذرخواهی بنویسه، پدر میل خودش هر کار میخواد بکنه، شما فقط بگید که این راه شما بوده درست یا غلط برای حفاظت او و حمایت از یک زناشویی که نمیخواستید پاشیده بشه، غلط یا درست. بهش همینو گفتم، بودم او رو به حال خودش خواستم بکنم، هم این که خواستم که وچه‌ای که تو داری از بین نره، چون که تو اگر ازدواج میکردی و با یک بچه همه اینو متوجه میشدن، اون زمان من چجوری میگفتم من مادر میدونستم و هیچ عکس‌العملی انجام ندادم. البته من اگر جای شما بودم قبل از اینکه به اونها خبر بدم به دخترم میگفتم که تصمیم به چنین کاری دارم و این انتخاب رو من بهش گفتم، چون که من میدونستم و این انتخاب رو به خودش میدادم که یا خودش بگه و بهش زمانی. من بهش گفتم، چون این مسئله رو من 3-4 ماه قبل از اینکه بیاد میدونستم، بهش گفتم اگر این با خود اون پسر صحبت کردم، گفتم این کار درست نیست، تو اومدی کسی رو انتخاب کردی تو داری میبری تو زندگیت که نزدیکترین کس همسرته، خواهش میکنم ازت از زندگی دختر من. چه نسبتی درست. چه نسبتی با دختر شما داره؟ دختر عمه و دختر دایی هستم. خیلی خوب، بذار که من این نکته رو خدمت شما بگم و ادامه دیگه ندیم چون تمام خطوط من روشنه. شما الان کاری که میتونید بکنید به قول معروف دیگه دمیج کنترله، یعنی بیش از این ببینید که چجوری آسیب نمیشه زد. او رو به حال خودش بگذارید. دختر 7 ساله او با کیه؟ با مادرشه. یعنی الان اونم تو این شرایط؟ بله، این دختر تو این شرایط بوده، شاهد این زد و خورد ها بوده. بله. متاسفانه بیشتر از هر چیزی قلب منو به درد میاره. بله، به هر حال و هیچ گونه کنترلی من نمیتونستم بکنم. چون من پس ست، یعنی من واقعا خودم دخترمو نمیتونستم برعکس کنترل کنم. بله، به هر حال باید مواظب بود که اون بچه 7 ساله آسیب زیاد نبینه. اگر این صحنه ها او رو مشوش مضطرب کرده، به مادر توصیه کنید با یه روانشناس کودک مشورت کنه و ببینه چه میشه کرد که اثرات این مسئله رو ذهن این بچه باقی نمونه. شما اجازه... فکر میکنید من اگر خودم باز به دیدن دخترم برم و خودم باز یه نزدیکی بین خودم و نوام به وجود بیارم؟ نه 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 شما الان کسی هستید که بیشتر او رو عصبانی میکنید. شما کسی هستید که بیشتر دخترتون عصبانی میکنید، تازه اون وقت احساس میکنه اومدید بچهش هم ازش بگیرید. نه، شما باید عقب بنشینید و با مشکلات خودت هر جوری که باید کنار بیای مشورت کنی، ولیکن کاری برای او نمیتونید بکنید، او باید خودش برای خودش کاری بکنه. اجازه بدید که من به دوستان دیگر بپردازم. خیلی ممنون. علیکم. خواهش میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو. کمی بلندتر. الو. بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. من راجع به دخترم یه سوال از حضور شما داشتم. من دخترم خیلی شگلی زرنگی بود و بور کرد. صدای شما رو من کم دارم. الو. الو، خوب شد صدا؟ بفرمایید. الو. میگن قطع شدید شما. بفرمایید، با شما هستم. خسته نباشید. ممنون. بفرمایید خانم. شبتون بخیر خانم دکتر فرنودی. بفرمایید خانم. خسته نباشید. سپاسگزارم. من میخواستم راجع به یه مطلبی با شما صحبت کنم که نمیدونم حالا دیگران ممکن این مشکل رو داشته باشن یا نه. من یه مشکلی دارم و اون اینه که وقتی با یه کسی میخوام راجع به یه مسئله که منو ناراحت میکنه صحبت کنم، ناخودآگاه نمیتونم خودم رو کنترل کنم و به سرعت گریم میگیره و این خیلی منو عصبی میکنه این مسئله، چون در خیلی جهات این به صورت یه حالت تظاهر جلوه میکنه که من هیچ وقت دوست ندارم این ضعف رو داشته باشم.
ولی متاسفانه این ضعف رو دارم و نمیدونم چجوری باش مقابله کنم. اجازه بدید که من از شما سوال کنم چند سالتونه؟ من 50 سالمه. اون وقت همیشه اینجوری بودید یا اخیراً اینطور شدید؟ نه الان حدوداً چندین سال اینطوری هستم. اون وقت شما هیچ وقت گرفتار افسردگی بودید؟ افسردگی که بله بودم. تا حدی که دارو خوردید؟ دارو من چند سال پیش به دکتر مراجعه کردم، دارو هم گرفتم ولی متاسفانه ادامه ندادم. شما هیچ وقت تو زندگی با کسی زندگی کردید که مسائلتون رو اگر میخواستید مطرح کنید به جنگ و دعوا و خشونت میانجامیده؟ بله. بنابراین در شما یک احساس سرکوب درونی باقی مونده که شما وقتی که میخوای مشکلت رو یا مخالفتت رو یا عقیدت رو روی مسئله مطرح کنی، اون سیستم اعصاب خودکار شما اون بیوشیمی رو به مغز شما میدن که شما در تجربیات قبلیت ذخیره داری و شما همون حالت عجز یادگیری شده learned helplessness بهت دست میده و جوری که عجز یادگیری شدت واکنش نشون میده از طریق بغض و گریه است. من به چه صورت میتونم مقابله کنم با این بله، مسئله؟ بله، شما باید با یک روانشناس کار کنین، بهش میگن emotional empowerment. به شما باید توانبخشی عاطفی بیاموزه و تکنیک های وجود داره که این کار. شما کجا زندگی میکنی؟ من در اروپا هستم. خیلی خوب، شما باید اونجا به دکتر عمومیتون بگید که شما رو به یک روانشناس معرفی کنه و شما وقتی به روانشناس مراجعه میکنید بگید که احتیاج دارید او رو ایموشنال ایمپاورمنتتون یا توانبخشی عاطفی و اعتماد به نفستون کار کنه. بله. و کار کردن من اعتماد به نفسم خوب خوشبختانه، یعنی عدم اعتماد به نفس ندارم. خب اینطور نیست، اینطور نیست، حداقل در بخش های اینطور نیست، در بخش هایی که گرفتار هیجان میشید و شبیه موارد گذشته هست اینطور نیست. تکنیک هایی که وجود داره برای شما اینه که معمولا به شما بریک ترو میدن. یعنی چی؟ یعنی از یه مرزهایی باید به شما یاد بدن در یک شرایط امن ریسک کنی، حرفتو بزنی، تخلیه هیجانی داشته باشی در اون شرایط امن تا یه پرده بری جلوتر، بعد از اونجای به هر حال بعد در نهایت به جایی برسی که بدون ترس و بدون هیجان بتونی مخالفتت رو یا آزردگیت رو مطرح بکنی و خود به خود گمان نبری که طرح این باعث میشه که یه مصیبتی به دنبالش داشته باشه. این ایموشنال ایمپاورمنت بسیار بسیار تکنیک موثریه، با شما کار خواهد کرد. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر سلام عرض میکنم. احوال شما؟ متشکرم. خانم دکتر من بایپولار هستم. بعد چاقم هستم. میام که رژیم بگیرم، توی این فراز و نشیب مود خودم دچار مشکلم همیشه. یعنی زمانی که میام نقشه میکشم، برنامه‌مو درست میکنم، زمانی که تو حالت فراز هستم، تو حالت شادی و سرخوشی، خیلی عالی، همه چیز جلو میره و یه مقدار اضافه وزنم کم میشه. ولی زمانی که دچار اون حالت افت میشم، متاسفانه خیلی کرخت میشم، ناامید میشم. اصلا میگم من برای چی باید این کار رو بکنم؟ خیلی خوب، حالا بذار و این کار رو قطعش میکنم. بله. حالا من میخوام ببینم جانم، بذار من اول ازت سوال کنم، شرایط بایپولار رو باید با دارو اول بلنس کرد. شما دارو میخورید؟ من البته بله، سالیان ساله که من تحت نظر هستم و
دارو مصرف میکنم. رو لیتیوم هستید یا رو دپکا؟ نه لیتیوم هیچ وقت به من نساخت. من لیتیوم رو میخوردم عوارض خیلی بدی داشتم. دپکات میگیری؟ دپکات میگیری؟ داروی؟ نه ولی مثلا سیتالوپرام مصرف کردم. سیتالوپرام اوکی. یا نورتریپتیلین. خب آخه این نورتریپتیلین و اینا داروی در واقع. خب شما در کجای دنیا هستین؟ من در تهران هستم. در تهران هستین. روانپزشکی که شما باهاش کار، اسم نمیخوام به من بدید، روانپزشکی که شما باهاش کار میکنید به شما گفته که از نوسانات تندی و تیزی یا از قله ها و دره های شما تونسته کم بکنه یا نه؟ من اصلا با روانشناسی کار نمی کنم. روان... من حدودا 55 سالمه و حدودا شاید 30 سال این بیماری رو دارم و دیگه طوری شده که خودم با خودم برم کنار میام. نه لن این حرفو نزن. از 20 سال پیش به این طرف درمان بایپولار به خصوص با داروهای جدید تغییرات معجزه آسا کرده. من به شما یه پیشنهادی میکنم. مسئله وزن به کنار هست، ولی به طور کلی بایپولار همطور که خودت گفتی وقتی اون اوجها و شیدایی‌ها و شادی رو تجربه میکنی که انرژی زیاد داری، بعد خواب نداری، دائم حرف میزنی، دائم میخوای تحرک داشته باشی، برنامه های جذاب برای زندگی میریزی، قفسات رو میریزی بیرون، تمیز میکنی، همه بله. کاغذای انجام نشده تو میریزی انجام میدی، همه اینها، بعد اون وقت اون انرژی یکو افت میکنه، گرفتار یک نوع استهلاک شدید انرژی میشی، افت میکنه و بعد گرفتار بیحالی، بی حوصلگی، زندگی چه فایده داره، اصلا چرا من باید اینقدر زحمت بکشم، بعد میفتی تو اون دره به اصطلاح افکار منفی که خب حالا اگه شدیدتر باشه مقداری هم پارانویا و شک و تردیدم با حالتهای تهاجمی همراهش میاد. حالا در الان داروهایی هست که از این قله های شما میکنه، میریزه تو دره ها، پر میکنه، هم اون تیزی رو میگیره، همین گودی رو پر میکنه و شما حالت عادی ترده. علاوه بر دارو شما باید با یک روانشناس مدتی کار کنید که عنوان اون کار هست Coping with Mood Disorder یا چگونه با نوسانات مود کنار باید آمد. به شما یاد میده که این مهمان ناخوانده وقتی واردت میشه بهترین شکلی که ازش پذیرایی کنی چیه که برات اختلال به وجود نیاره. علاوه بر اون الان در مودالیتی ها یا فرم های درمانی نوین بایپولار یه مقدارم ساپلمنت های گیاهی یا ویتامین ها یا مواد طبیعی میدن و ورزش رو هم همراهش میکنن و دو چیز برای شما الکل برای شما ممنوعه و مواد مخدر همچنین، چون در اون صورت ندارم اینا رو. خب شانس آوردی چون اون موقع اون وقت دوال دایگنوز میشد کارت خیلی دشوارتر بود. در ایران من میدونم آقای دکتر وحید مجتهدزاده، آقای پروفسور بتولی، آقای دکتر اسمام یاد، لئون داویدیان، آقای دکتر سرفراز، اینا روانپزشکایی هستن که الان با بایپولار دائم کار میکنن، چون گاهی با مراجعینشون من در ارتباط هستم و شیوه های درمانیشون بسیار نزدیک به شیوه های درمانی آمریکاست. بله. مواظب خودت باش. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام آقا، احوال شما؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوبم.
خسته نباشین، خیلی ممنون از این برنامه پربار خوبتون. مرسی. من از ایران مزاحمتون میشم. بله. فکر میکنم 3-4 شب پیشم من خدمتون تماس گرفتم، یه مطلب بودید ظاهرن و 2 دقیقه فرصت به من دادید و با تون صحبت کردم. بله. و مشکلم رو بهتون بگم که من 4 سال خورده با خانمی آشنا شدم و ازدواج کردم. ایشون به دختر داشتند که 8-9 ساله بودن و واقعا خیلی عاشقانه من بهش عشق ورزیدم و زندگیمونو شروع کردیم با عشق خیلی خوب. از نظر خانواده من خیلی مخالف بودن با این ازدواج. در صورت من ازدواج کردم و از نظر عاطفی روحی خیلی ساپورت میکرد منو، خیلی عاشقانه منو دوست داشت. منم خیلی دوستش داشتم، اونو بروز نمیدادم بهش. گذشت خان دکتر، تنشایی توی این مدت پیش اومد متاسفانه بابت مسائل حاشیه‌ای، مسائل خیلی کوچیک که حس میکرد که من اونو دوست ندارم، فکر میکرد علاقه من بهش ندارم. نصفت که من عملا بروز نمیدادم بهش، دوستش مثلا تو جمع دستشو بگیرم بغلش کنم، ولی من این کار انجام نمیدادم عملا. ولی خب عاشقانه زندگی رو دوست داشتم، به حال از نظر مالی خیلی قوی نبودم، ولی خب ساپورت میکردم تحصیل همه چیشو که درسشو بخونه دانشگاه. و جلو رفتیم تا اینکه به حال یه سری تنشایی پیش میمد این وسط. این باعث شد در نتیجه که الان حدود 1 ماهی هست که قهر کرده و رفته با دخترش. و من سوال بکنید تو این زمینه بهتون میگم که چی کار باید بکنم، چه باید بکنم. اگر الان خانوم پای تلفن بود من ازش سوال میکردم که چه چیزی سبب شده که شما مردی که انقدر مهربونه، زندگی رو تعمیم میکرده، آرامش داشته، دختر شما رو دوست داشته، چه شده که این مرد رو ول کردی و رفتی، او به من چی میگفت؟ ببینید خانم دکتر، من یه بحران مالی برام پیش اومد 1.5-2 سال پیش. اخلاق من بد شد، خیلی تند شد زمانی که عصبانی میشدم. آدم آرومی هستم در مجموع، ولی وقتی عصبانی میشم واقعا متوجه نمیشم چی کار میکنم. حتی چندین بار دست روش بلند کردم. همینجا صبر کن. این مسئله که من وقتی عصبانی میشم نمیفهمم چی کار میکنم، کنترلم از دست میدم، دست روی یک کسی بلند میکنم، یک حرف واقعی نیست. چرا؟ چون در آمریکا تحقیق شد، دقت کنید، تحقیق شد رو مردانی که زنانشون رو کتک زده بودند و وقتی که در دادگاه ازشون سوال کرده بودند یا پلیس که مراجعه کرده بود ازشون سوال کرده بودند که چرا همسرت رو زدی، گفته بوده این حرفا رو گفته بودن: I'm crazy، من دیوونم، من تمپرمو از دست میدم، یعنی کنترلمو از دست میدم، من میزنه به سرم، من نمیفهمم چی کار میکنم، مغزم داغ میشه، یه کارایی میکنم و بعد میفهمم. این حرفا رو زده بودم. دست خودم نیست، متاسفم، اول میزنم بعد پشیمون میشم. این حرفا رو زده بودن. اون وقت این آقایون رو گرفتن، در دادگاه محکوم کردن به 3 شب تو زندان موندن. تو زندان بعد از 3 شب برای اینا پرونده تشکیل دادن و گفتند که اگر این بار دوباره دست رو به زنت بلند بکنی، چون پرونده داری 3 ماه باید در زندان بمونی و اینقدرم جریمه مالی بدی. خب تحقیقات نشون داد، دقت کنید، تحقیقات نشون داد 83% از این مردان هرگز دیگه دست رو زنشون بلند نکردن.
83% هرگز دیگه دست رو زنشون بلند نکردن. چرا؟ چون بهایی که باید میپرداختن انقدر زیاد بود، 3 ماه زندان و پول نقد، که کنترل رو خودشون پیدا کردن. در حالی که گروه دیگری از مردان که گروه مقایسه‌ای با اینها بودند، این تحقیق رو دوستان روانشناس ما در ایران میتونن انجام بدن، گروه دیگری رو که کتک زده بودن، پلیس آمده بود گفته بود مثلا چرا کتک زدی؟ دیگه این کار رو نکنی، آخه زشته بابا، برو برو زنتو ماچ کن، خدافزی چیز آشتی کنین، برو بشین سر زندگیت، یعنی نصیحت کرده بودن ولی بهایی براش نپرداخته بودن. اونها دقت کنید 79%شون دوبارم زده بودن. این تحقیق به ما نشون میده که ما هر وقت بهای کاری که میکنیم بالا باشه حواسمون جمعه. اجازه بده یه نکته دیگه. بعد دیده بودن مردهایی که در خانه رو به زنشون دست بلند میکنن و میگن I was frustrated، یعنی دیگه بریده بودم، اینها تو اداره با رئیسشون نمیبرن. چرا؟ چون اونجا شغلش در خطره. لذا من میخوام بگم تحقیقات امروز به ما نشون میده که هر کاری رو که ما فکر میکنیم کنترل روش نداریم، اگر حواسمون جمع باشه کنترل پیدا میکنیم. حالا شما ادامه بده. اوکی خانم دکتر، من کاملا میپذیرم حرف شما رو، ولی من یه آدمی بودم که قبل از ازدواج واقعا خیلی باعث تأسف بود برام که ببینم که مثلا کسی همچین حرکتی رو میکنه، ولی در نتیجه من این حرکت زشت رو انجام دادم. پدرت هیچ وقت مادرت رو میزد؟ نه. ندیده بودی؟ نه خیلی. خیلی. بله. ببینید و این حرکت رو حرکت خیلی بدی میدونم همین الانش، یعنی همون لحظه که این کارو کردم من واقعا بغلش کردم و ازش عذرخواهی کردم و خیلی پشیمون شدم. آخه میگی چند بار کردم؟ شما داری میگی چند بار؟ 3 بار 4 بار بوده این. خب هر دفعه بغل کردی، دوباره عذرخواهی کردی، دوباره دفعه دیگه زدی، دوباره بغل کردی، دوباره عذرخواهی کردی. چه زن خوبی بوده، پلیس صدا نکرده تو رو بده دست پلیس. خانم دکتر ببینید، من میخوام نتیجه گیری کنم از این صحبتم. بابت همه این صحبتایی که این حرکتی که انجام شده، خب من میدونم و ازش خواهش کردم که بگذر از این قضیه، من عذرخواهی میکنم. البته بابت فقط به صرف این قضیه نداشت بره، این اتفاق مثلا شاید ماها پیش افتاده بود که من یه همچین حرکتی رو کردم، ولی بعد اینا رفته رفته طی چند سال جمع شد و این به این نتیجه رسید که باید بذاره بره. و من مشکلمو با روانپزشک مطرح کردم، وقت گرفتم رفتم. خب. و از موقعی که رفت، خب چون ما عاشقانه همدیگر رو دوست داریم واقعا، ولی خب من نمیتونم با این اخلاقی که تو داری زندگی بکنم، مگر اینکه بریم درمان بشی، اگه من مشکلی دارم تو مشکلی داری برطرف بکنیم، و اگر من به یه شرایط عادی برسم تصمیم بگیرم که میتونم ادامه بدم یا نه. خب ما رفتیم پیش روانپزشک چند جلسه، خب یه جلسه با اون صحبت کرد، مشاوره داد، یه جلسه دو جلسه با من صحبت کرد. روان پزشک گفتش که شما با ما هر روز شاید روزی 3 بار 4 بار یا چند ساعت با هم صحبت میکردیم تلفنی. اون از حال من مطلع میشد، من خبردار میشدم از حالش، میدیدیم هم دیگر رو. خیلی هیچ اتفاق، خیلی اتفاق معمولی یعنی بینمون بود. عجله کن چون به من اجازه بده، شما عجله کن چون به من اشاره کردن فقط 2 دقیقه دیگه از برنامه مونده. بسیار خوب. بعد دکتر به ما گفتش که شما با هم تماس اصلا نداشته باشید، به هیچ عنوان هیچ تماسی با هم نداشته باشید تا حدود 2-3 هفته. و این تماس نداشتن من با اون الان این فکر رو میکنه که مثلا برای من اسمس زده بود که خب تو فراموش کردی منو و تو مگه دکتر باشی. مگه دکتر به اون نگفته بود که جلوی اون نگفته بود که شما با هم تماس نداشته باشی؟
سبا به اون گفته بود تنها مشاوری که داشت، به منم سبا تنها گفت. خب پس چرا اون میگه؟ این ببینید یه ذهنیتی برای اون ایجاد شده که امروز که تو آدمی بودی شیفته، همش هی زنگ میزدی، خواهش میگردی، تمنا، برگرد اینجوری اونجوری، حالا چطور تلفنات قطع شده، حالا چرا تماسی نمیگیری؟ من میخوام ببینم این حرکت دکتر روانپزشک، و اونم به من میگه که روانپزشک میگه به من اطمینان کن و هر چی که من میگم مو به مو گوش کن تا نتیجه مثبت بگیری. حالا من الان دچار سردرگمی ام، باعث شده که اون بکشه شما باید شما باید با روانپزشکتون یک وقت مشترک بگیرید، دوتایی برید اونجا و در حضور روانپزشک شما بگید من دارم توصیه تو رو انجام میدم و همسرم فکر میکنه من نسبت به او بیمهر شدم، و بگذارید که او این مسئله رو بر هر دوتون روشن کنه. این بهترین کاریه که شما میتونید بکنید تا از این بازی هایی که معمولا ما با هم میکنیم بیرون بیاید. شما به او بگید این توصیه روان پزشک بوده، روان پزشک رو ازش وقت بگیرید و یک جلسه مشترک با هم داشته باشید تا مشخص بشه. من تنها چیزی که میتونم بفهمم اینه که روانشناس یا روانپزشک شما وقتی میتونه چنین توصیه‌ای رو به شما کرده باشه که احساس کنه رابطه شما با همسرت عشق و نفرت یا مهر و کینه و یک وابستگی مهر و کین که شما وابستگیت به او یک وابستگی یا یک چسبندگیه که از یک طرف به شدت میخواهید به دلیل اون چسبندگی که به او دارید، ولی وقتی باش هستید گرفتار خشم میشید و به این دلیل روانشناس خواسته این سیکل معیوب رو متوقف کنه تا نتیجه بیرون بیاد. من باید به برنامه‌ام پایان بدم. عزیزان، از شمایی که روی خطوط من موندید پوزش میطلبم. بیش از این وقت در اختیار من نیست فعلا. باید با شما خداحافظی کنم. اعلام میکنم امشب ساعت 7 بعد از ظهر تا 9 و نیم شب در UC ایرواین زندگی کردن در کنار انسانهایی که با واقعیات در تماس نیستند و دشواری که اونها میآفرینند، از 7 تا 9 و نیم شب پنجشنبه در برنامه فرهنگ فرهی استاد فرهی با شما خواهم بود. تا سه شنبه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپرم. میتونید سیدی های ما رو با یکی از این دو تلفن هم اکنون سفارش بدید. برای سفارش سیدی های جدید کافیه که ذکر کنید که میخواید پکیج سیدی های جدید رو پیش خرید کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش و تا هفته دیگر به امید دیدار. در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم میکند. الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپهای شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و استراب. شما و نوجوانان، 7 شهر عشق. برای تهیه با کردیت کارت به وبسایت www.drfarnoodi.com و یا با تلفن‌های 310-701-4411 و 310-967-8180 تماس بگیرید. من مریم صالحی با استفاده از برنامه تریم فوراور 60 پوند کم کردم و 16 سال است که این وزن را نگه داشتم. حالا به زندگی جور دیگری نگاه می کنم. اعتماد به نفسم زیاد است و این باعث شده که در زندگی زن موفقی باشم. اگر تا به حال نتوانستید وزن خود را کم کنید با من تماس بگیرید. من لاغری شما را تضمین می کنم و تا آخرین لحظه با شما خواهم بود. با کمک